در قسمت 11 سریال قورباغه، هیولای درون نوری برای دقایقی از بند رها میشه و آتیشی به پا میکنه که تحمل دیدن شعله‌هاش برای رامین هم سخته. رامینی که خودش هیزومای این آتیش رو جمع کرده. برای دیدن بررسی این قسمت با ما باشید. اما قبلش لطفاً سابسکرایب یادتون نره. به نام خالق هنر، سلام. قسمت 11 باز هم با نرشنای رامین شروع میشه، اما این بار بدون اینکه جمله‌اش قطع بشه مستقیما به 12 سال قبل برمیگردیم، لحظه انفجار ساختمون تایلندیا. نوری بعد از برخورد با سروش اونو وارد بازی ساختگی انتقام میکنه و بعد از اینکه سروش از صحنه خارج میشه شاهد تغییر حالت آنی این کاراکتر با بازی عجیب و غریب نوید محمدزاده هستیم، جوری که ما هم فهمیدیم فریب مظلوم نمایی نوری رو خوردیم. بعد از تیتراژ ابتدایی و در ساختمون دادگاه نوری تصمیم میگیره که از اون ماده استفاده کنه. در تقابل با افشین، با بازی خوب محمد بوربور. تو خودت بچه بودی، از یکی میترسیدی، میدیدیش میدویدی بغلش میکردی؟ عقل دارین شما؟ آباد که قبل از نوری با افشین حرف زده بود و با وجود اون زبون چرب و نرمش نتونسته بود رضایت بگیره، بعد از موفق شدن نوری در گرفتن رضایت داستان هیپنوتیزم رو باور میکنه و تصمیم میگیره که اونو با سروش در میون بذاره. کافی فقط به آدم ها نگاه کنه، هر کاری بگه انجام میدم. الان داری مسخره میکنی دیگه؟ بروه بابام نه، جدی میگه. در جریان کشیدن نقشه سرقت از طلا فروشی یه نمای مهم داریم که تفاوت درایت شخصیت ها رو نشون میده. نوری که حالا به خاطر داشتن اون مواد اعتماد به نفس پیدا کرده، جنبه هوشمندی خودش رو به همه نشون میده و در خلال این حرفای حساب شده، دوربینی که در ابتدا هر چهار کاراکتر رو در قاب داره به نوری نزدیک میشه و این کاراکتر رو ایزوله میکنه تا همه توجهات بهش جلب بشه. لحظه تحول جایگاه شخصیت. بعد از موفقیت نوری در به دست آوردن شمشا، نماهای شادی این چهار نفر رو داریم که به شدت نماهای حال خوب کنیه. حال خوبی که خیلی دووم نمیاره و با یک کات ما رو از یه گذشته با رنگهای زنده و بشاش پرت میکنه به زمان حال با رنگهای مرده و بیروح. در ادامه تماس نوری و رامین رو داریم و سروشی که قربانی هوش سرشار رامین میشه. نمیخوام. بس چی؟ نیاز میشه؟ اصلا من دلم میخواد دستم بگیرمش، نمیخوام کسی رو باش بزنم. من نمیگی مشقیه. حالا هرچی. بعد از ورود سروش و رامین به محوطه گلخونه نبرد آغاز میشه. نبردی که دو طرف داره، نوری و سروش، و رامین باید تصمیم بگیره که توی کدوم جبهه میخواد بجنگه. رامین در آن واحد با هر دو نفر هماهنگ میکنه، با سروش پچ پچ میکنه و به نوری چشمک میزنه و بعد از صحنه خارج میشه و این دو همخونه 12 ساله رو تنها میذاره. سروش داستان انفجار ساختمون تایلندیا رو برای نوری تعریف میکنه. یه چیز جالب که در مورد نوری به نظر میرسه اینه که انگار سرنوشت اونو در مسیر پیدا کردن این ماده قرار داره، به دلیل اینکه جدا قابلیت اون ماده، نوری در ابعاد کوچیکتر انگار در ذاتش قابلیت تحت تاثیر قرار دادن آدما رو داره، حتی زمانی که اون ماده در دسترسش نباشه. من فکر کردم تو این کارو برام انجام میدی چون پای یه مادر وسطه. نمیدونستم همه چیز به خاطر پوله. من میخواستم برم آمار در بیارم، بعد لیلا رو گذاشتم پیش این صاحب اسکله. یه بار بهم کمک کرده بود، من بهش اطمینان داشتم. من شما رو دوست دارم. الان باورم نمیشه این تویی که روی من اسلحه کشیدی. در ادامه رامین به میدون جنگ برمیگرده و بعد از ناکامی در مورد پیدا کردن استمپ، خودش رو به اون راه میزنه و در کنار نوری مقابل سروش میایسته. البته باید به این نکته دقت داشت که هیچ کدوم این رفتارهای دوگانه رامین از دید حسابگر نوری پنهون نمیمونه و فراموش نمیشه. یک، دو. حتی اگه اون گلوله مشقی هم نبود،
بعید بود که سروش از پس این دو نفر بر بیاد. در ویدیوی بررسی قسمت نهم و در جریان بازی ذهنی که رامین را انداخته بود، برای این شخصیت از واژه هیولای دوست داشتنی استفاده کردم. اما بعد از شلیک، رامین، سروش و همه کسایی که نظاره‌گر این صحنه بودند، با یه هیولای ترسناک مواجه شد. هیولایی که جنون آتش بازی داره. سروش به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته میشه. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به بازی درخشان امین شهرباف در کل این سریال اشاره کنم. کار آسونی نیست که در اولین حضور دوش به دوش بازیگرهایی بدرخشی که قله های این رشته رو فتح کردن. امیدوارم سالهای سال شاهد درخشش این بازیگر دوست داشتنی باشیم. در چند روزی که از پخش قسمت 11 سریال قورباغه گذشت، تعداد قابل توجهی پیام از شما عزیزان داشتیم در مورد ناراحتیتون از رفتن سروش. این یکی از خاصیت‌های سریاله. وقتی شما مثلا حدود 10 قسمت با یک کاراکتر باشید، طبیعتاً بعد از رفتنش بیشتر از حذف یک کاراکتر از فیلم سینمایی ناراحت میشید. در جریان رویاروی سروش و نوری، رامین نقش مهمی داشت و به نظر میرسه که توی هر تیمی میرفت، اون تیم برنده میشد و در نهایت تصمیم میگرفت که در کنار نوری بایسته. قطعاً نوری در جریان این اتفاق به سیاست دوگانه رامین پی برد و رامین هم که با دیدن هیولای درون نوری شوکه شده بود، حساب خیلی چیزا دستش اومد. مرگ سروش آخرین غافلگیری قسمت 11 نبود. اوضاع این همخونه‌های 12 ساله اصلا خوب نیست. آباد که به خاطر هوشش بوی مرگ رو حس کرد و ویلا رو ترک کرد. سروش که به خاطر پی بردن به راز نوری و افتادن در بازی رامین کشته شد و لیلایی که به ملاقات شمس‌آبادی رفت و به زندانبان میگه همسر شمس‌آبادیه. شاید لیلا در مرخصی فرستادن افراد نوری در اون شب کذایی نقش داشته باشه. واسه چی همارو فرستید مرخصی؟ خب بعد از روشن شدن ماهیت این ماده، برداشت‌هایی به ذهنم خطور کرده که البته ممکنه درست نباشه. اسم این پودر چیه؟ پودر اسم مخدره. ما فهمیدیم که اون پودرای سفید نازنین از ترکیب دو ماده بود. اولیش یه گیاه به اسم نفس شیطان. نماد شیطان چیه؟ آتش. کیه که از بچگی جنون آتش بازی داشته؟ یه هیولا تو درونم خوابیده. بس همینه تا این سن چند جور آتش زدم. ماده دوم از سم یه نوع قورباغه به دست میاد. کیه که از بچگی یه ارتباطی با قورباغه ها داشته؟ خیلی به پیدا کردن نماد در فیلم ها علاقه ندارم، اما این یکی به نظرم جذاب اومد، حتی اگه در حد توهمات ذهنی خودم. امیدوارم که از دیدن این برنامه لذت برده باشید. اگر این ویدیو براتون جالب بوده، لطفاً اونو برای دوستاتون بفرستید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.